بانگ بلند ایران پیچیده در جهان. مانی هستم، به شما درود میگویم. من میخواهم همگوی یار ارجمند، دانشمند جوان و میهن دوست جناب دکتر حسام نوذری باشم تا درباره آنچه شما در ایران دارید میآفرینید، این بانگ بلند و رسایی که شما برداشتید از پشت بام ها، از پنجره ها، از خیابان ها، از زندان ها و هر جا که هستید و در بیرون از کشور، نه تنها در ایران پیچیده، در آسیا پیچیده، بلکه تمام جهان امروز ازش سخن میگوید. این یک صدای جهانی است. باید به شما خجسته باد گفت که چون این صدای نیرومند، در این حال جوان و آمیخته با صدای زیبای زنان و با یک محتوای کاملا دموکراتیک و ضد استبدادی، پا به میدان آینده گذاشتید. درود میگویم به شما و به دکتر نوذری گرامی. درود بر شما، درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما و درود به دختر خانوم ها و پسرهای ایران. جناب نوذری، ما هنوز در راهیم، مردم ایران در راهند. گام های بلندی توی این 5 هفته برداشتن که در ادامه گام هاییست که از مشروط به این سو برداشتن. این ناگهانی خلق نشده. هر ملتی تا قوام نیاد، تا پخته نشود، به یک جای معینی نرسد، گام به میدان نمیگذارد. و هرگاه که گذاشت، ما نمیتوانیم بگوییم همین ساعت پیش یا همین دیروز این گام برداشته شد. نه، این گام بلندی است در ادامه گام هایی که مردم ایران برای رهایی از استبداد سیاسی و استبداد دینی برداشتند. و اکنون از اینکه جوانان نواندیش و نیرومند و تندرست و بدون وابستگی خانوادگی سیاسی حزبی رهبری این جنبش رو در دست گرفتند، به راستی که جهانیان رو انگوش بدهن کرده، حیرت زده کرده. من دوست دارم شما نظرتون رو در این باره بیان بفرمایید. با کمال میل، بدون تردید پرتوی گستره ایران ما رو فرا گرفته. پرتوی گستره ایران ما رو فرا گرفته. ما شاهد اندیشه سازی هستیم و دلیری و شجاعت. ما تنها هستیم جناب مانی. ما هیچ کسی رو در دنیا نداریم و میخوام به هممیهنان خودمون بگم چه بهتر که هیچ کسی رو ما در دنیا نداشته باشیم. ما باسی روی خودمون حساب کنیم. ما دست در دست هم هست که پیروز خواهیم شد. و اگر شما میبینید که امروز در تایید فرمایشات شما دختران ما دنیا رو تکون دادن، دنیا رو زیر و رو کردن به راستی، و اینکه دنیا به اونها پاسخ میده، همه به خاطر خود دختر خانم های ایران هست، همه به خاطر پسران ایران هست. و امروز ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش هست، فرزندان پیدا و فرزندان پنهان. اما نوجوانان ایران، جوانان ایران پیدا هستند و صاحب اندیشه سنجشگر. بارها گفتم که اندیشه سنجشگر تفکر نقادانه یا critical thinking، یعنی نخست خود را نقد کردن، نخست به خودمون یک نگاهی بکنیم. و ما هیچ وقت این کار رو نکردیم. ما همیشه دنبال این بودیم که کسی رو سرزنش کنیم. صده هاست ما همیشه دنبال کسی بودیم که بیاد ما رو نجات بده. صده هاست حالا امام زمانی باشه، ناجی باشه، سلطانی باشه، هیچ وقت روی خودمون سرمایه گذاری نکردیم. دختران ایران روی خودشون سرمایه گذاری کردن. این هست که دنیا رو دگرگون کردن. این هست که در تاریخ دنیا ثبت میشه. این هست که شما هر کجا که میرید، به هر کشوری که سر میزنید، سخن از دختران ایران هست، سخن از دختر خانم های ایران هست.
و اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به تحصیلات دانشگاهی نداره. دیدید که چگونه تحصیل کرده های ما میهن خودشون رو داغون کردن. دیدید که چگونه مدرکداران ما به سرزمین خودشون آتش زدن. یکی دوتا هم که نیستن. شما به راحتی میتونید نام صدها و صدها نفر رو پیدا کنید. خواننده، هنرپیشه، کارگردان، نویسنده، شاعر. به راحتی میتونید هزاران نفر رو پیدا کنید که آتش زدن به سرزمین خودشون. اما این دختر خانم های ایران، پسران ایران به راستی صاحب اندیشه سنجشگر هستند. پرتوی گستره ایران ما رو فرا گرفته به لطف اونها. اما تکرار کنم، این بسیار مهم هست. ما تنهای تنها هستیم و ما نیازمند به گدایی نیستیم. ما نیازمند به گدایی نیستیم، نیازمند به هیچ کسی هم نیستیم. هوش جمعی، هوش همگانی بهترین گنجینه ماست. ما امروز به لطف دختر خانم ها و پسران ایران صاحب هوش جمعی شدیم. هیچ قدرتی حریف هوش جمعی نمیشه. هیچ قدرتی حریف خرد همگانی نمیشه. و امروز بدون تردید دختر خانم های ما صاحب خرد همگانی هستند. دختر خانم های ما در دبیرستان مگر تحصیلات دانشگاهی دارن؟ نه. چه بهتر که در بسیاری از دانشگاه های ما آدم ها رو خراب میکنند. یک پروتکلی در دانشگاه های ماست و در اون پروتکل این آدم ها رو بار میارن و زمانی که فارغ التحصیل میشن جرأت نمیکنن از این پروتکل بیرون بیان، همون حرف ها رو تکرار میکنن. اما گام نخست در تفکر نقادانه جرأت کردن هست. جرأت کردن. دختران ما، دختر خانم های ما جرأت کردن. جرأت کردن. نگاه کنید به رقص اونها در میدان های شهر. نگاه کنید به زیبایی اونها، جذابیت اونها، دلیری اونها در میدان شهر میان صدها و صدها آدم. این هست که دنیا رو به راستی تکون داده و دنیا ناچار خواهد شد که پا به میدون بگذاره و برنده رو انتخاب کنه. برنده هم میهنان ما هستند. بنابراین اگر امروز میبینید که رسانه های دنیا، همه اونها، من همین در راه که میامدم به خبرهای فرانسه گوش میکردم، در سر خط خبرها درباره ایران بود. نه به خاطر اینکه ما رو دوست دارن، نه به خاطر اینکه دلشون برای ما سوخته، به خاطر اینکه شما اونها رو تکون دادید، به خاطر اینکه شما فصل تازه‌ای رو باز کردید. و شما نگاه کنید نوجوانان ما رو، اونها رو مقایسه کنید با نوجوانان کشورهای دیگه، اصلا قابل مقایسه نیستن. فهم اونها، درک اونها، یک سعادت بزرگ واقعا نصیب ما شده. و چه خوب جناب مانی که ما در دوره زندگی میکنیم که شاهد اون هستیم. چه خوب که ما در دوره زندگی میکنیم که میتونیم این پرتو رو حس بکنیم، لمس کنیم. بنابراین ما تنهای تنها هستیم. اصلا هم دلتون نسوزه، اصلا هم ناراحت نشی. چه بهتر که ما هیچ کسی رو نداشته باشیم. چه بهتر که بالاخره فهمیدیم که بایستی روی خودمون حساب کنیم. چه بهتر که بالاخره فهمیدیم که شما نیازمند به این آدم و اون آدم نیستید که فراخوان بده، که هیچ کسی نیستن، اما شما همه چیز هستید. و واقعا من افتخار میکنم که هممیهن این دختر خانوم ها و پسران ایران هستن. جناب دادگاه، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، ما آنچه که داریم هوش است، استعداد است، همبستگی است که رو به گسترش است، پشتوانه نیرومند فرهنگی و تاریخی است و پهلوانان اندیشه و هنر و تاریخ سازی که ما رو با ارواحشون، با یادگارهای ذهنیشون در ذهن ما دارن هدایت میکنن. شما میدونید که تا همین اکنون، یعنی یک ماه که از این جنبش یا انقلاب تازه گذشته، چند چیز بر ما ایرانی ها و بر جهانیان روشن شد. بر جهانیان روشن شده که آنچه که مردم ایران هستند
آنچه که جمهوری اسلامی هست نیست، چون خیلی ها این همانی میپنداشتن که مردم در ایران همانند حکومتش هستن. اما اکنون در میابن تودهای وسیع‌تر، نه اهل سیاست تنها، در تمام جهان در میابن که این مردم از جنوم دیگری هستند، خواستاشون دیگر است، اینها یک تمدن دارن، اینها یک فرهنگ دارن، اینها داعشی نیستن، اینها مسلمانان سر به سجده برده نیستن، پیروان حکومت جمهوری اسلامی نیستن، بخش های مزدور او هستن اما پیرو او نیستن. این یک بر خود ما ایرانی ها روشن کرد که ما هستیم و می توانیم، ما می اندیشیم پس هستیم، و چون هستیم می توانیم. توانا بود هر که دانا بود. این دانایی امروز در ایران خودش رو در توانایی این نسل جوان ها نشان می دهد. چیز دیگری که روشن کرد برای ما تا همینجاش بسیار خجسته است اما پیش خواهد رفت. چیز دیگری که برای ما روشن کرد این هست که ما در ایران انسان درجه دو نداریم، نه زنان ما درجه دو هم، نه مردان ما، نه پیر سالاران ما، نه کهن سالان ما درجه دو هم، نه کودکان ما. ما در ایران صغیر نداریم که مشتی آخوند بخواهند به عنوان کبیر اینها را هدایت بکنند. اینها اندکی از دستاوردهای این جنبش است. همین امروز تا ساعتی دیگر قرار است که یکی از برنامه‌های نخست یکی از تلویزیون‌های مهم آلمان تمام برنامه شبش رو اختصاص بده به همین جنبش. روزنامه‌های آلمان پر از اخبار درباره این جنبش است. در کابینه دولت آلمان شکاف افتاده در خیلی از وزارتخونه‌هاش، یعنی لابی‌های جمهوری اسلامی دارن توانشون از دست میدن و یک شمار دیگری که طرفدار دموکراسی هستن برای ایران دارن غلبه میکنن و همه اینها جهان رو داره تکون میده. صدای چند صد هزار نفر در ایران داره یک جهان رو غربال میکنه، تکون میده، و اینا دستاورد کمی نیست. اگر به پایان برسه و با پیروزی درخشان، امیدوارم چنین باشه، اونگاه ببینیم که چه تاثیرات شگرفی بر جهان خواهد داشت. دقیقا ببینید، پیروز شده، پیروزی مرزهای میهن ما رو گذشته به طرف بیت رهبری در حرکت هست. تا با یک اردنگی، با یک اردنگی ملی، با یک اردنگی تاریخی علی خامنه ای رو از میهن ما اخراج کنه و همینطور ما از یک دشمن تاریخی راحت بشیم، از یک دشمن تاریخی، رودرباستی های مذهبی رو بایستی کنار گذاشت، رودرباستی های مذهبی رو بایستی کنار گذاشت. بدون تردید ما پیروز شدیم. دختر خانم های ما با یک اردنگی تشیع و اسلام رو از میهن خودشون اخراج کردند، اون رو برای همیشه اخراج کردند با یک اردنگی ملی. و به قدری این هماوایی، این همدلی زیباست، به قدری این همدلی زیباست، این هماوایی زیباست که ما اون چه که بهش نیاز داریم امروز یک فوت هست، یک فوت ملی، یک فوت تاریخی، و اینها خواهند رفت باور کنید. اگر روی خودمون سرمایه گذاری کنیم، مانند دختر خانم های ایران، اونها روی خودشون سرمایه گذاری کردن، سلف استیم، احترام به خود، روی خود سرمایه گذاری کردن، خودباوری به خودباوری رسیدن، و امروز میبینید که در خوزستان ما اعتصابات وارد میدان شدند، در سایر شهرها همینطور بزرگسالان دارن دونه دونه وارد میدان میشن. تعداد نوجوانان و جوانان ما که در دبستان و دبیرستان و دانشگاه هستند، جناب مانی، 17 میلیون نفر هست. 17 میلیون نفر. جمعیت میهن ما 85 میلیون نفر هست.
این 17 میلیون خونه برو نیستن. تشیع اسلام در کت اونها نمیره. عاشق موزیک هستن، عاشق مد هستن، عاشق رقص و آزادی هستن. بنابراین اگر بزرگسالان همت بیشتری کنن، همت بیشتری کنن، اونها هم یک فوت بکنن، اونها هم یک فوت بکنن، ما اونها رو باور کنید میفرسیم به یک کهکشان دیگه تا ابد از شر اونها راحت بشیم. این اسلام، این تشیع صده هاست که خرافات رو در میهن ما جا داده. ما بایستی که از شر این خرافات راحت بشیم. ما بایستی که از شر این خرافات، ما بایستی که از شر این نوع اندیشان مذهبی راحت بشیم. ما بایستی که از شر این فرهیختگان تقلبی راحت بشیم. ما بایستی که از این دکتر مهندسای فوکل کرواتی کاملا بیشعور که ذره‌ای واقعا مغز در سر اونها نیست، از شر اونها راحت بشیم. یاد بگیریم از دختر خانم های خودمون، یاد بگیریم از پسران ایران شجاعت و دلیری. و جناب مانی، دومین گام در اندیشه سنجشگر پس از جرأت کردن خود را در معرض اندیشه های گوناگون قرار دادن هست. امروز انگیزه نوجوانان و جوانان ما رهایی از سرشکستگی هست، رهایی از زنجیر سرفکندگی هست. یعنی میخوان پدر و مادرهای خودشون رو از این زنجیر سرشکستگی و نگونبختی و فرومایگی نجات بدن. و خوشبختانه همونطور که خود شما بارها در برنامه‌های خودتون با میهمانان خودتون فرمودید، تاریخ ما، فرهنگ ما حیرت‌آور است. یعنی ما یک گنجینه فرهنگی داریم و ما امروز یک گنجینه انسانی داریم و نیازی به هیچ کسی هم نداریم. خود ما دست در دست هم مانند گذشتگان خودمون که سر بزنیم به 60,000 سال پیش، 50,000 سال پیش، بارها در این مورد صحبت کردم. اونها دوام آوردن به لطف هم‌آوایی، به لطف هوای همدیگر رو داشتن، به لطف همدلی. بنابراین این لشکر بزرگ، این سپاه بزرگ نوجوانان و جوانان ما خونه برو نیستن، پیروز شدن. اما ما هم باستی بیرون بیایم و ماهایی که در خارج از کشور هستیم بایستی پوزه دشمنان ایران رو به خاک بمالیم، از قدرت خودمون، از نفوذ خودمون استفاده کنیم. و پاسخ به یک پرسش بزرگ جناب مانی، هر ایرانی بایستی که به یک پرسش پاسخ بده: من برای سرزمینم چه کردم؟ من برای ایرانم چه کردم؟ و هر کسی، هر ایرانی، برای هر گامی، هرچند کوچک، که برای ایران برنداشته باشه، برای دختر خانوم های ایران، خانوم های ایران، زنان ایران برنداشته باشه، گناهکار است. درود بر شما. شاید بد نباشه که هر کس یادداشت کنه در یک دفتر کوچک، در یک ورق کوچک تو خونه خودش، که من در این هفته این گام رو برای میهنم برداشت، و اینا رو جمع کنه، اینا رو فردا به نسل پس از خودش بسپاره، بگه ببین من پیر بودم، من خسته بودم، از کار بر میگشتم، اما در همون روز این کار رو انجام دادم. یاد بگیر دخترم، پسرم، یاد بگیر نوه من، هر روز حتی در زمانی که حکومت مورد علاقت روی کار هست یک کار برای میهنت انجام بده. این تعطیل ناپذیر هست. مهم نیست که یک حکومت ملی خودی روی کار باشه یا دشمن روی کار باشه، هر روز ما باید گامی برای میهنمون برداریم، چون مادر ماست. آقای دکتر، یک نکته دیگری که توی این حرکت انقلابی جدید روشن شد، نقش کار جمعی، خرد جمعی و سازماندهی نامتمرکز هست. یعنی کار جمعی، نه کار فردی. در جنبش های پیشین، مثلا در دوره همون میرحسین یا حسین، یک نفر رهبر اون همه جماعت بود و چون گرفتنش قضیه تمام شد در پیکارش. تازه اونم میخواست ایران رو برگردانه به دوران طلایی امام خمینی، نه؟ اما امروزه
انقلاب ایران هیچ کس حتی دولت هم نمیدونه که رهبرانش چه کسانی هستن. چرا؟ چون رهبری تقسیم شده مثل دوره پارت‌ها و اشکانیان، هیچ کس معلوم نیست که رهبر کیست. تا زمانی که میرسد به جایی که حکومت میفته و رهبران در سایه اما در میدان، رهبران میدانی که اطرافیان دیگه همه میدونه چه کسانی هستن، میان و چهره از نقاب بیرون میاندازن و با مردم سخن میگوین و آنها میتوانن پیشاهنگان حرکت آینده ایران برای سازندگی باشن. پس اون چیزی که شما در برنامه پیشین بهش تاکید داشتید و ما تیتر برنامه ما هم گذاشتیم، خرد جمعی راهبر و نه راهبر، راهبر رهنمای مردم ایران هست، نشون میده که امروزه مردم ایران در کوچه ها و محلات رهبران خودشون رو دارن و فردا هیچ دیکتاتوری نمیتونه انقلابشون شکست بده، چون در هر محله یکی دو رهبر وجود دارن. در سرتاسر ایران ببین چه میشود و این یک بانگ خوش، آوای رهایی خوشی است که در تاق ایران پیچیده همچون حرکت یک شاهین بلند پرواز بر فراز میهن آریایی ما. دقیقا همینطور هست. ببینید شما تصورش رو بکنید، روح الله خمینی رانندگی بلد نبود، رانندگی دوچرخ سواری هم بلد نبوده، شنا کردن هم بلد نبوده، هیچگاه در زندگی به سینما نرفته جناب مانی. یعنی اگر شما بهش بگید که نظرتو در مورد چارلی چاپلین چی هست، هیچی نمیدونه، هیچگاه به تئاتر نرفته. به تئاتر اما کوچه پس کوچه های جهنم رو خیلی خوب میشناخت. و میخوام بگم که چقدر که میهن ما نگونبخت بود که میلیون ها آدم یا صدها هزار آدم برن دنبال آدمی که به موزیک علاقه من نیست. ببینید هر کسی دیر یا زود این موتور ماشین رو باز میکنه ببینه اون تو چه خبره، سوپاپ چیه، سیلنگ چیه، این فرمون چیه، دنده چیه، هیچی. هیچگاه در زندگیش هیچ کنجکاوی برای موتور یک اتومبیل نداشته، هیچگاه در زندگی سوار هواپیما نشده جز اون سفر نکبتبار آخر خودش که ببینه پرواز چی هست، هواپیما چی هست، تکنولوژی چی هست. حالا شما عقب برید و عقب برید به این مراجع تقلید ما، چقدر که زمامداران ما هندونه زیر بغل اینها میگذاشتن، چقدر که بلند پایگان ما گنبد طلا ساختن برای امامزاده ها، چقدر که بلند پایگان ما با یاوه سرایی های دینی سر کودکان ما رو کلاه گذاشتند. بنابراین نوجوانان ما و جوانان ما هیچ کسی نمیتونه هیچ منتی سر اونها داشته باشه، هیچ کسی در اپوزیسیون نمیتونه هیچ منتی سر دختر خانم های ما، خانم های ما، پسران و مردان ایران داشته باشه که هر چه کردن خود اونها کردن به لطف این خرد همگانی، به لطف این هوش جمعی. اما میخوام یادآوری کنم که به بسیجی ها، شما هم نوجوان و جوان هستید، به سپاه پاسداران، شما هم جوان هستید و میدونم که به صحبت های من گوش میکنید، یک ذره فکر بکنید. میخواید آدمی رو حفظ بکنید که هیچ علاقه به سینما نداره، میخواید آدمی رو حفظ بکنید که هیچگاه موزیک گوش نکرده، موزیک میگفته حرام هست، هیچگاه هیچ وسیله موسیقی، گیتار، ویولون نرفته ببینه، دستی به اونها بزنه، پیانو یعنی هنر، به هنر هیچ علاقه ای نداره، هیچ زبانی رو درست صحبت نمیکنه. خود شما فکر کنید آقای بسیج، خانم گشت ارشاد، خانم پاسدار، خانم بسیج، خود شما یک ذره فکر کنید، خود شما یک ذره فکر بکنید و بعد شما میخواید از آدمهایی حمایت کنید که سینما رکس رو آتش زدند. و این برمیگرده به صده های پیش جناب مانی، تازه نیست، برمیگرده به سرتاپای این اسلام. اما
ویرانه های اسلام هم فرهنگ سوز هست جناب مانی، پسمانده های اسلام هم فرهنگ سوز هست. و امروز وظیفه ماست که این ویرانه رو با جاروش کنیم، از میهن خودمون اینها رو به دور بریزیم، بگذاریم در یک جعبه، در یک جعبه، و اونها رو بفرستیم به قطب شمال، زیر برف اونها رو مدفون کنیم، یا از آقای ایلان ماسک خواهش کنیم اینها رو بفرسته به یک کهکشان دیگه. یعنی واقعا این مراجع تقلید ما رو شما نگاه کنید که چقدر هممیهنان ما، برخی از اونها پوز اونها رو میدادن، پوز این مراجع تقلید، ببینید چه خفه خونی گرفتن علما، بهشون علما چقدر پوز اونها رو میدادن که این جد من هست، بریم به سراغ این اون یکی دوتام که نیستن. اما نگاه کنید خانم بسیج، خانم گشت ارشاد، نگاه کنید به این مراجع تقلید خودتون، همه خفه خون گرفتن. و اینجا یک بار دیگه میخوام این رو یادآوری کنم که تا به حال بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی و کشتیگیران ما به راستی مایه ننگ ما هستید، به راستی مایه ننگ ما هستید. جای شما هم در همون یک کهکشان دیگه است، با یک سفینه شما رو هم بفرستن اونجا، که واقعا آبروی کشتی ما رو بردید، که واقعا آبروی ورزش رو در میهن ما بردید. برید و از جوانان ایران یاد بگیرید، پهلوان اونها هستند، پهلوان، قهرمان، دلیر، شجاع، هر چی که میگید اونها هستند، نه اینکه شما رفتید تو این بازوهای خودتون رو گنده تر کردید یا توپ میزنید، میرید فوتبال بازی توپ میزنید، نه، ورزش این نیست. و حیف، و حیف که پا به میدان نگذاشتید، و حیف کشتیگیران ایران، وزن برداران ایران که پا به میدان نگذاشتید، که همه ما به راستی فدای اون دختر خانوم ها و خانوم ها، پسران و مردان ایران که به راستی در تشک زندگی کشتی گرفتن، که به راستی وارد میدان زندگی شدن، در میدان نبرد بود که توپ زدن، در میدان نبرد بود که توپ زدن. و برگردم به فرمایشات نخست شما جناب مانی که به راستی درست فرمودید، دنیا رو تکون دادن. باور کنید در دانشگاه ها برای سالها و سالها آدم ها دکترا خواهند گرفت، دکترا خواهند گرفت، از پایان نامه های خودشون دفاع خواهند کرد، در انگلستان، در فرانسه، در آلمان، در امریکا، درباره دختران ایران، درباره خیزش اونها، جنبش اونها و انقلاب اونها و نبرد اونها. جناب دکتر روزنی، یکی از ویژگی هایی که یا تفاوت هایی که این انقلاب با انقلاب معکوس سال 57، چون اون انقلاب بازگشت به عقب بود، مشروطه انقلابی بود رو به جلو، سال 57 خمینی انقلابی کرد رو به عقب، دنده عقب رفتیم در واقع. اما این انقلابی که الان در ایران جاری است یک تفاوت بنیادین با اون انقلاب دنده عقب دارد، با اون اینکه در اون موقع من جوان بودم، یادم هست گرایش های مختلف فریادهای گوناگونی می کشیدن در تظاهرات. اولا تظاهراتشون اغلب جدا از هم بود، یه عده می رفتن تو میدان آزادی گوشه تظاهرات می کردن، خواستای خودشون می گفتن، یه عده تو دانشگاه، یه عده تو اونکی دانشگاه، یه عده ماویست بودن، یک عده استالینیست بودن، یک عده کعبهشون همین مکه بود، مجاهدین و نمیدونم طرفداران شریعتی، طرفداران خمینی اینا، یک تعدادی کعبهشون کاخ سفید بود، یک تعدادی مکهشون لندن بود، رو به لندن نماز میگذاشتن، رو به چین نماز میگذاشتن، حتی رو به آلبانی و چاوشسکو کرنش میرفتن. و خمینی آمد به علت اینکه توده های وسیع مذهبی بودند و کشورهای مانند قذافی و انگلستان و آمریکا و جای دیگه پشتش ایستادن در آخرین لحظات، اومد زد همه اونا رو نابود کرد و یک تاز میدان شد. اما در انقلاب سوم که همین انقلابی است که ما شاهدش هستیم خوشبختانه، هیچ قبله جز ایران نیست،
نیایش سوی ایرانی ها میهن خودشونه، به میهن خود درود میگوین، میخواهند میهن رو از دست دشمن پس بگیرن. اینها رو به قبله نماز نمیخوانن، حتی دیگه الله اکبر هم نمیگن. اینها رو به مسکو و چین و آمریکا و اونور تعظیم نمیکنن. این یعنی اینکه روح ایران بیدار شده، جان فردوسی بیدار شده، جان کوروش بزرگ بیدار شده. و ای بسا در هفتم آبان امسال میلیون ها یا صدها هزار نفر، من نمیدونم، از مردم به سوی آرامگاه کوروش بروند و دیگر به خاطر چند باتون و چند تیر نترسند، عقب نشینی نکنند و پیروزی انقلابشون رو اونجا اعلام بکنند. پرچم کاوه آهنگر رو در اونجا فراز بکنند، سرود ایران رو اونجا بخوانند، پرچم ایران رو اونجا به دست بگیرند. امیدوارم چنین بشود، اما اگر نشود خواهد شد. بنابراین همین عدم تفرقه‌ای که در بین این نوجوانان وجود داره، چون کهنسالا ممکن هنوز همون دوچار تفرقه‌های آنچنانی باشن، ولی اینا نیستن، اینا پاکیزن، اینا ایرانی هن و فقط ایران رو میخوان و آزادی رو که سهمشونه، حقشونه، هر جای جهان زندگی کنن آزادی حقشون هست، در میان خودشون بیشتر. و من این رو در واقع موتور حرکت دموکراسی در آینده ایران میدونم. تا نظر شما چی باشه؟ دقیقا ببینید، همین شنبه تظاهرات بسیار بسیار بزرگی در سرتاسر دنیا برگزار خواهد شد. شما نمیدونید تعداد آدمهایی که دارن از شهرهای گوناگون به سوی واشنگتن حرکت میکنن تا واشنگتن رو به لرزه بیارن. بدون تردید هفتم آبان ما تظاهرات بسیار بسیار بزرگی خواهیم داشت، نه برای گدایی، نه برای التماس، نه برای گدایی و التماس از کاخ سفید، که ما تنهای تنها هستیم، برای اینکه اونها رو تکون بدیم که با ما جنس دیگری هستیم، جنس دیگری هستیم. حواستون باشه، یعنی پیام ما برای کاخ سفید، پیام ما برای آقای ماکرون، پیام ما برای آقای تروده اینه که اشتباه نکنید، فکر نکنید ما برای التماس اومدیم یا گدایی کردن اومدیم. و جناب مانی، این تظاهرات ادامه خواهد داشت، ایجاد شرمساری ادامه خواهد داشت برای خودفروختگان. و من توصیه میکنم به آخوندهای معمم، تا فرصت هست فرار کنید. اینو از صمیم قلبم میگم، به آخوندها دارم میگم و طلبه ها، تا فرصت هست فرار کنید، در برید، که این موج از اون موج ها نیست، از جنس دیگری هست. و جوانان ما، نوجوانان ما چی میگن؟ جناب مانی، میخوان نفس بکشند، میخوان که هوای ایران خودشون رو دلانگیز کنند، میخوان که هوای ایران ما رو دلچسب و دلپذیر کنند، تا بتونن در این هوا نفس بکشند، آزاد باشند. آزادی رو میخوان، نفس کشیدن رو میخوان. این نفس کشیدن هست که اون را از ما گرفتن، نه در 40-50 سال گذشته، الان صده ها هست. و دشمن ایران ما، دشمن سرزمین ما، این دین نکبتبار هست، آفتی هست. جوانان ما دست به یک سمپاشی زدن، دست به یک سمپاشی تاریخی زدن، دارن میهن ما رو سمپاشی میکنن. و بعد دست در دست هم ما یک شخمزنی تاریخی خواهیم داشت و این بار نهال آبادی ایران رو در جای درستی خواهیم کاشت، نهال آبادی ایران رو که ریشه های اون هم میرن به سوی علم مدرن، دانش مدرن، اندیشه سنجشگر، هم به سوی بینش و منش نیاکان ما، هم به سوی فرهنگ ما که فوق‌العاده است. و ایران ما یک سرزمین استثنایی هست. و جناب مانی، چرا اینقدر دنیا طرفدار رژیم هست؟ چرا شرکت‌های نفتی امریکا طرفدار رژیم هستند؟ چون ایران ما یک سرزمین استثنایی هست. ایران ما رو نمیخوان از دست بدن. یک سرزمین ثروتمند هست. اینها آخوند رو میخوان.
آقای بایدن، آقای اوباما، رئیس جمهورهای پیشین این رژیم رو میخوان. آقای ماکرون همینطور. این رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه. اما میخوام به هم رزمان خودمون در ایران بگم که ما هم اینجا بیکار ننشستیم. ما هم اینجا بیکار ننشستیم و به شما قول میدم که دست گدایی رو بر نداشتیم به سوی اینها. از موضع قدرت صحبت میکنیم. از موضع قدرت صحبت میکنیم. که ورق برگشته. که ورق برگشته و دوستداران ایران، عاشقان ایران در خارج از ایران هم هستند. و این رو، این پیام رو بدم به هممیهنان خودمون در بلوچستان، در سیستان، در خوزستان و کردستان، آذربایجان و خراسان و فارس، که نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست. و من چقدر افتخار میکنم که بلوچم، که لورم، که کردم، که پارسم، که آذری و عرب هستم. آقای دکتر، توصیه میکنید به آخوندها که هرچه زودتر برون. کجا برون؟ مردم ایران به اینا احتیاج دارن که پس از پیروزی این انقلاب برون به اونها عرض ادبی بکنن، به اونها یک سلام علیکی بگن، و بعد اگر روی زمین بودن خواستن تشریف ببرن. به مردم ایران، با اینا کار دارن. اینا 1400 سال مردم ایران رو به بند کشیدن. کجا برن؟ مردم ایران اتفاقا باید از رفتن اینها جلوگیری بکنن. باید اینا بمانن در دادگاه‌های صالحه، حالا نه دادگاه صحرایی، در دادگاه‌های صالحه محاکمه بشن. اینا باید پاسخگو باشن. ثروت‌های دزدیده‌شون رو باید قشنگ بگن کجا گذاشتن، همه رو برگردونن بیارن تحویل مردم ایران بدن، و جانشون رو قاضی صالح همراه با وکیل مدافع برای هر آخوندی میتونه تصمیم بگیره برای چیکار بکنه. و البته من در جایی نیستم که بخوام توصیه بکنم، اما من فکر میکنم که مردم ایران جلوی هیچ نیروی رو نمیگیرن که از کشور خارج بشه، مگر جلوی آخوندها رو و کسانی که سرکوب میکنن، سرکوب کردن، جنایت کردن، دزدی کردن، غارت کردن، و اسامیشون تا به اکنون برای خیلی روشن هست. و اگر اسناد وزارت اطلاعات به دست مردم واقعی و انقلابیون واقعی بیفتد و افشا شود، تمام شبکه‌های جنایتکاران جمهوری اسلامی در اونجا ثبت شدن، حقوق گرفتن، مأموریت دارن، تایید شده مأموریتشون، نمیتونه ازش فرار بکنن. اینا رو باید در اختیار تاریخ بگذارن، در اختیار افکار عمومی بگذارن، تا مردم ایران اون چیزی که شما به درستی میگید شخ بزنند و درخت و نهال آزادی و آبادی ایران رو در جای درستش بگذارن. اون جای درست اون وقت جاییست که دیگر آخوند توش نیست، مسجد آنچنانی توش نیست، امامزاده توش نیست، کعبه بیرون از ایران توش نیست. کعبه ما ملت ایران است، کشور ایران است و فرهنگ ایران. من همواره به سوی فرهنگ ایران که جاری است در همه جای ایران تعظیم میکنم، بهش درود میگویم و آن را میستایم. من رستم را میستایم، کاری با علی ندارم. من سیاوش را میستایم، کاری با حسین ندارم. من گردآفرید را میستایم، کاری با زینب و رقیه و صغرا و کبرا ندارم. مردم ایران به ویژه این نسل جوان که تمامی آنچه که رژیم بهش تحمیل کرد از نظر ایدئولوژیکی معکوس از آب در اومد، منتظر روزی هستن که آستین ها را بالا بذارن و واقعا بیل به دست برای ساختن ایران کار کنن. و من حاضرم در اون چنان وضعی بروم و براستی جویبار درست کنم در شهره که محل زندگی، محل تولدم، کاری بکنم که کار عملی باشه، نه فقط کار فکری و کار تئوری. بسیار کارا هست همه ما میتونیم انجام بدیم. کافیست که ما به عنوان مثلا پارخش ببریم برای جوانا که اونا آباد بکنن. امیدوارم که همه چیز این جنبش که تا به اکنون گرچه خون دادن، کشته دادن،
و زخمی دادن، بسیاری در زندان هستن. اصلا آمار کشته‌ها دقیق روشن نیست. مردم بلوچستان کشته دادن، مردم کردستان در اهواز، در شیراز، در اصفهان، در کجا که نه، در تهران، در شمال. امیدوارم همه اینها هر چه زودتر به ثمر بنشیند و همون گونه که شما در برنامه پیشین فراخوان دادید، نه تنها پهلوانان و ورزشکاران به مردم بپیوندند، کما اینکه بعد از یکی دو برنامه هم که شما سخن گفتید چند نفری از اونها راهشون رو از حکومت جدا کردن، به مردم پیوستن با ترس و لرز البته قابل فهم، و نیز مردمانی که به اعتصاب شما فراخواندید و همکنون میبینیم که جریان داره این اعتصابات، کم یا بیش داره انسجام میگیره. اینا نشون میده که شما ضرورت زمانه رو تشخیص دادید، شاید زودتر تشخیص دادید، این رو بیانش کردید، و همه اینها نشون میده که این جنبش به یک سو میرود. جویبارهایی است که از جاهای گوناگون این کوهستان پیچیده و بزرگ سرازیر شده، دارن به هم میرسن که رود خروشانی رو درست کنه که به مقصد آبادی، به دریای آزادی برسن. امیدوارم که چنین باشه. و از هنرمندان خودمون، از کارگردانان خودمون، هنرپیشگان خودمون میخوام که انشا ننویسید، لطفا انشا ننویسید، موج سواری نکنید، این وسط ها نباشید، سیاه‌سفید هست، درست صحبت کنید، هنرمند هستید، کارگردان هستید، درست صحبت کنید، انشا ننویسید. و جناب مانی، علم زیباترین دستاورد ماست، علم زیباترین یا یکی از زیباترین دستاوردهای انسان هست، و در علم تقدسی نیست، علم مرتب خودش رو نقد میکنه. یعنی چقدر که جوانان ما شبیه به علم هستن، چقدر که دختر خانم های ما همه اون چیزهایی هستن که خود من یا به اتفاق علی نیری این سالها و نوجوانان ایران در میون میگذاشتیم. باور کنید همه اون چیزها هستن. علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست، همینطور نوجوانان ما. در علم تقدسی نیست، همینطور در نوجوانان ما خودشون رو نقد میکنن، علم هم مرتب خودش رو نقد میکنه. چه سعادتی نصیب ما شده، چه سعادتی واقعا نصیب ما شده. و ایران پر هست از آدم حسابی، ایران پر هست از آدم حسابی. ما آدم هایی داریم فوق‌العاده، دانشمندانی فوق‌العاده که خانه نشین هستند. من زمانی که با اونها صحبت میکنم، با بیولوژیست های ایران، با بیوشیمیست های ایران، با مهندسین ایران، دانشمندان ایران در امور فضایی حتی، فوق‌العاده هستند و جای هیچ نگرانی نیست. ما یک گنجینه انسانی داریم که حتی ارزش اون از نفت و گاز ما هم بالاتر هست، و آباد کردن ایران بدون تردید کار مشکلی نخواهد بود، و ما ایرانیانی داریم که در خارج از کشور هستیم. اما یک بار دیگه از هنرمندان خودمون، از نویسندگان خودمون میخوام که انشانویسی نکنند و وارد میدان بشن. خب بر روی تقسیم کار در هر جامعه وجود داره. اگر ما در ایران گویندگان خوبی داریم، نویسندگان خوبی داریم و از اون در راستای تربیت این انقلاب بهره بگیرن، دو دوزه بازی نکنن، دنبال صندلی وسطی نباشن، چون اینجا دو تا صندلی بیشتر نیست، یا بازجوست یا بازجو شونده، اینها میتونن کمک کنن. نه مثل اون سریال سازی که کمدی میسازه در ایران، اومد گفت من میخواهم که دیگه از من فیلمی از صدا و سیما پخش نشود، این حق را که دارم. بعد سه روز بعد داره رفت گفت که من اون حرف یه جور دیگه گفتم، شما یه جور دیگه فهمیدید، و دوباره چسبید به رژیم. اینا بهشون میگفتن تو ایران گربه مرتضی علی، که از هر جا که بندازی چهار دست و پا میازن، یعنی با بدن و کله و این پهلو زمین نمیاد. این جماعت حقه بازی بودن در طول تاریخ، اینا رگ و ریشه دارن، انبیا دارن، پدر بزرگا دارن، ولی نه پدر بزرگ مستقیم، همه شاعران درباری که خدمت دربارها رو میکردن بر علیه مردم، پدران این جماعت هستن، فرق میکنه. اما در میان همه اینها، به ویژه در میان قشر نیالوده و جوان،
ما نویسندگان واقعا شجاعی داریم، خوب داریم، میترسن. خب ترس یه امر انسانیه، قابل فهمه. اما اگر در همون سایه‌ای که نشستن یک کاری رو حتی در تاریکی انجام بدن، همون چیزی که در آغاز برنامه گفتیم، یادداشت کنه، بگه من امروز این قدم رو برداشتم، 4 اعلامیه رو بردم از زیر درز دروازه و انداختم تو خونه مردم. همین، هر کس اگر یک کار کوچکی بکنه در همون روز کارهای بزرگی صورت میگیره و این همبستگی تقویت میشه. من به سهم خودم به عنوان کسی که عمرش رو با باجه ها، با کتاب ها و آثار خواندنی گذرانده ام، به دوستانم که اهل قلم هستن، اهل هنر هستن، هنر پیشه هستن، داستان نویس هستن، میگویم که ببینید فرصت همیشه پیش نمیاد برای اینکه شما واقعیت زیبای درونتون رو جلا بدهید و به جلوه بگذارید. در انقلاب هست که این امکان برای شما پیش میاد، نه در دوران سکوت. و این امکان برای شما پیش آمده، ازش استفاده کنید، بگذارید نام شما زیر آثارتون برای آیندگان ضمانت باشه، ضمانت شرافت باشه، ضمانت اخلاق شما باشه، ضمانت دانش شما، میهن دوستی شما، انسانگرایی شما باشه. نه اینکه بگویند امضای او ضامن خرج روزانش بوده، خرج تریاکش بوده، خرج تعمیر ماشینش بوده و خیلی چیزای دیگه. شانس همیشه به ما روی نمی کند. این شانس رو داشته باشید. دروازه شانس رو دختران ایران و پسران جوان ایران به روی شما باز کردن. وارد شوید، بهره بگیرید، با صدای بلند اونها رو یاری کنید، یا حتی با صدای خفه، اما یاری کنید، یاری کنید. خب جناب دکتر، سخن رو به شما می‌سپارم. خیلی حرف زدم. چقدر زیبا فرمودید، چقدر زیبا گفتید. واقعا اون دروازه رو باز کردن دختر خانم های ما، خانم های ما، زنان ما، اون دروازه رو باز کردن و راستگو هستن. جناب مانی، راستگو، اون چه که در میان نوجوانان و جوانان ما زیباست، راستگوی اونهاست، جوانمردی و مروت اونهاست، زیبایی فکر اونهاست، جوانزنی اونهاست، در مقابل این افرادی که شما از اونها با واژه حقوق باز یاد کردید. حقوق باز، ما حقوق باز زیاد داریم، ما همیشه قربانی خیانت بودیم، ما خائن هم زیاد داریم، اما امیدوارم که دختر خانم های ما الهام بخش این حقوق باز ها بشن. امیدوار هستم که خانم های ما الهام بخش این حقوق باز ها بشن. و تنها دوست دارم به یاد نوید افکاری برنامه امروز رو تموم کنیم. نوید افکاری که به راستی پهلوانی بود از جنس شاهنامه، پهلوانی بود، خردمند و خردورز و اندیشه ساز و راستگو و راستگویی و راستگویی. پیروزی ما در گروی راستگویی است. چقدر زیبا فرمودید شما، واقعا کیف کردم. دروازه رو دختر خانم های ما باز کردند، از اون عبور کنیم. سپاسگزارم از شما. اگر فرمایشی ندارید بدرود بگویم با همیهنان گرامی و از شما خواهش کنم که این برنامه ها رو اگر دوست دارن به دست دیگران هم برسانن. فایل صوتی این برنامه ها در تلگرام رادیو مانی هست که حجمش خیلی کمه، دانلودش بسیار بسیار آسونه و نقل و انتقالش هم دیگه قابل پیگیری نیست. امیدوارم شما ما رو یاری کنید. ما شب و روزمون مال شماست، واژگانمون مال شماست، هر چیزی که داریم از آن شماست، چون از شما گرفتیم، از میهنمون گرفتیم. کسی این رو به ما هدیه نکرده، شما هدیه کردید. شمایی که نان پختید ما خوردیم، گندم کاشتید ما خوردیم، انگور کاشتید ما خوردیم، معلم بودید ما از شما آموختیم. و امروز اگر من خودم رو میگم، اگر هستم، این هستی من از هستی شماست. شاد باشید، پیروز باشید، پرچم شما همیشه بر فراز باد. بدرود.